به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام خوش آمدین به یک از ویدیوهای دیگر کانال ما. امیدواریم تا آخر ویدیو با ما همراه بوده و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. امرالله صالح در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: مردم با عزت افغانستان، نگران نباشید. از حرف بی تسلسل و استرابشان معلوم است که قضیه چیست. اینها حتی توان آراستن و نظم بخشی یک اتاق برای کنفرانس خبری را ندارند. تظاهراتشان که افتضاح بیش نبود. در آن گروه هر چیز است غیر ثبات. به تخمینهای اطلاعاتی من شک نکنید. نشست کمیسونها و دسته های انتخاباتی بی نتیجه پایان یافت. هفته پیش، کمیسیون مستقل انتخابات و دسته های انتخاباتی و احزاب سیاسی نشستی را برای رسیدگی به چالش های انتخاباتی برگزار کردند که به نتیجه پایان یافت. نشست کمیسیون های انتخاباتی با دسته های انتخاباتی نمایندگان، احزاب و نهادهای ناظر انتخاباتی که امروز جمعه 22 قوس برای رسیدگی به چالش های انتخاباتی ریاست جمهوری برگزار شده بود بی نتیجه پایان یافت. در این نشست شماری از نمایندگان دسته های انتخاباتی اعضای کمیسیون انتخاباتی را به ناتوانی، جانبداری و نیز آگاهی نداشتن از روند انتخابات متهم ساختند. با گفته این نمایندگان، دسته های انتخاباتی، کمیسیون های انتخاباتی به علت همگانی نساختن نام های کسانی که در روند انتخابات در حدود 1,000,000 رای تقلبی را کرده اند جانبداری کرده است. اما کمیسیون انتخابات می گوید در حدود 13,000 تن را به علت تخلف های انتخاباتی به کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی معرفی کرده است. نقیب الله نقی، معاون دوم دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار بیان داشت: یافته های نهادها و ناظران ملی و بین المللی مشاهدین نشان می دهد که در این مراکز و محلاتی که بازشماری شده کلانترین تقلبات و جرایم انتخاباتی مشاهده گردیده است. همچنان مطیع الله ابراهیم زی، نماینده دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل نیز افزود: مگر شما ندیدید که در جریان کمپاین های انتخاباتی قانون اساسی نقض شد؟ ماده صریح قانون اساسی نقض شده، توسط یک شخص چرا او را از لیست نمی کنید هست. این انتقادها با واکنش تند و درگیری لفظی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با برخی از نمایندگان دسته های انتخاباتی روبرو شد. هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، مطیع الله ابراهیم زی را به عقد گشایی و دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله را به گروگانگیری روند انتخابات متهم کرد. نورستانی همچنان تاکید کرد که نتایج نخستین انتخابات را به زودی اعلام خواهند کرد. کاری که از سوی یکی دیگر از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خلاف قانون دانسته می شود. بانو نورستانی در این نشست گفت: اینجا ما توهین می شویم. فلانی آرا را نمی فهمد. مطیع الله خان برای من گفت که مرا رئیس آیتی انتخابات کن و از من حمایت کن. عصمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات نیز بیان داشت: هم نتایج قسمی و هم نتایج ابتدایی را اعلان میکنیم. هر کسی که با ما مشکل دارد، آن قانون و آن هم اصول، آن هم محبس و آن هم و غیره. نور رحمان اخلاقی، مسئول بخش فنی دسته انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله هم اظهار داشت: شاید یک کسی از یک تاریک خانه از پشت یک دیوار یک نتیجه را اعلام بکند. اما به اطمینان کامل میگوییم که هیچ حکومت تقلبی در افغانستان دیگر حاکم شده نمیتواند. در این میان دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله و نیز شماری از
دیگر دسته های انتخاباتی اعلام هر گونه نتایج را پیش از روشن شدن به گفته آنان در حدود 300 هزار رای تقلبی نادرست می دانند. اما دسته انتخاباتی اشرف غنی و نیز شمار از نمایندگان احزاب بر اعلام نتایج نخستین انتخابات تاکید می برزند. اسدالله سعادتی معاون دوم دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت هفت رقم معلومات در اینجا است. قانونتان، طرز عملتان می گوید اگر این آمار با هم نخواند می رود به تفتیش. شما که فیصله نکردید که برود به تفتیش. عمر داودزی از و دسته انتخاباتی اشرف غنی نیز بیان داشت راه حل همین است که کمیسونها را به کارشان بگذارید و الا کمیسونها مجبور می شوند و ما حق داریم که برایشان بگوییم که نتیجه را زود اعلام کن. این همه در حالی است که منابع می گویند رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم اعلان نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را امضا کرده است و منتظر امضای اعضای دیگر کمیسیون مستقل انتخابات است. احتمال اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تمامی کارهای فنی درباره نتایج بازشماری آرا انجام یافته است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون گزینه اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را روی میز دارد و احتمال دارد تا فردا این نتایج اعلام شود. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات میافزاید که روند انتخابات در یک حالت استثنایی قرار دارد و این کمیسیون باید درباره نتایج این انتخابات تصمیم بگیرد. در همین حال دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل هشدار می دهند کمیسیون انتخابات نباید پیش از حل اختلاف ها نتایج این انتخابات را اعلام کند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تمامی کارهای فنی درباره نتایج بازشماری آرا انجام یافته است و اکنون این کمیسیون درباره گزینه‌های اعلام نتایج قسمی و نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری تصمیم خواهند گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال فیصله نهایی درباره اعلام نتایج بر رسانه‌ها سخن میزند و میگوید که هر دو گزینه نتایج قسمی و نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری روی میز است. اما احتمال دارد تا فردا نخستین نتایج این انتخابات را اعلام کند وجود دارد. اورنگزیب عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت دقیق وقتش را برایتان گفته نمی توانم که امروز اعلام می شود و یا هم فردا اعلام می شود. ولی ما نتایج ابتدایی را اعلام خواهد کرد. در همین حال دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات نخست باید اختلاف ها بر سر در حدود 300 هزار رای جنجالی را که به گفته آنان تقلبی شناخته شده اند را روشن سازد و پس از آن نتایج انتخابات را اعلام نماید. همایون جریر مسئول ناظران دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار گفت بدون حل مشکل و بدون اینکه رضایت تیم های معترض را گرفته باشد نتیجه را اعلام کند. کشور به بحران می رود. ما به هیچ صورت این نتیجه را قبول نمی کنیم و در برابرش می ایستیم. قرار بود نتایج انتخابات ریاست جمهوری به روز 23 ماه عقرب اعلام شود. اما اکنون که دو نیم ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، این نتایج به علت مخالفت های شمار از دسته های انتخاباتی اعلام نشده است. دوستان عزیز، تشکر از این که تا این دم با ما بوده. برای حمایت از کانال ما را سابسکرایب نموده و با ما
نظریات و انتقادات خود را شریک سازید.